تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام صبح روز جمعه میزبان مهندس عبدالامیر خرسان مدیر منابع آب شهر مقدس کربلا بود جزیات بیشتر در این باره رو با هم ببینیم و بشنویم مهندس عبدالامیر خرسان مدیر منابع آب شهر مقدس کربلا با حضور در برنامه سلام کربلا برنامه صبحگاهی تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام اظهار داشت در ایام زیارت اربعین سعی می کنیم مقدار آب سیار بیشتری را برای این مناسبت فراهم کنیم و همه ساله از فعالیت های سال گذشته درس می گیریم و برنامه های مفید تری برای سال بعد تهیه می کنیم. مهندس عبدالامیر خرسان در ادامه افزود در رابطه با تأمین آب با سایر ها از جمله استانداری و همچنین اداره آب و فاضلاب به استان همکاری داریم مدیر منابع آب شهر مقدس کربلا در رابطه با پروژه های در دست اقدام این اداره اظهار داشت با مدیریت مؤسسه مصباح الحسین و شبکه امام حسین علیه السلام که بر اساس توصیه های مرجع عالیقدر قدر آیت الله العظما رازی، پیش بینی حضور و پذیرایی از 50 میلیون زائر در سال 2030 را دارند ارتباط تنگاتنگی داریم و تلاش می که با تمام قدرت نسبت به این چشمانداز عمل کنیم و طبق برنامه جلو رویم تا در سال 2030 به این تعداد زائر برسیم و توانایی پذیرایی از آنان را داشته باشیم. وی برداشت از آب رود فرات و هفرجاهای جدید از آبهای زیرزمینی را برای تأمین آبرسانی به شهر مقدس کربلا در بالاترین و مطلوبترین وضعیت از جمله اقدامات اداره منابع آب شهر مقدس کربلا ذکر نمود. مهندس عبدالامیر خرسان احداث پروژه دیگری به منظور تامین چهار هزار متر مکعب آب در ساعت و احداث یک پروژه دیگر جهت تامین ده هزار متر مکعب در ساعت از رود حسینیه را از جمله اقدامات دیگر آن اداره در این راستا برشمرد مدیر منابع آب شهر مقدس کربلا با اشاره به هماهنگی میان یعنی اداره منابع آب اداره آب و اداره فاضلا به شهر مقدس کربلا و افتتاح پروژه های بزرگ برای آبرسانی به کربلا تاکید کرد که انشاالله این پیشرفت ها در حال گسترش است و چشمانداز 50 میلیون زائر در سال 2030 غیرقابل دسترسی نیست.